پرچم حزن و عزای نبوی به یاد شهادت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در آسمان حرم علوی در نجف اشرف برافراشته شد. همزمان با فرارسیدن سالروز شهادت پیامبر رحمت، آستان مقدس علوی با افراشتن پرچم مشکی عزا میزبان میلیون ها نفر از شیعیان است که از شهرهای مختلف عراق با پای پیاده خود را به نجف اشرف رساندند. میلیون ها زائر جهت بزرگداشت شهادت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وارد نجف اشرف شدند. الهشت شعبی جهت تأمین امنیت مشایه در مسیرهای منتهی به این شهر مقدس و حرم مطهر مستقر شده. آستانهای مقدس علوی اعلام کرده امسال جمعیت میلیونی و کم سابقه به نجف اشرف وارد شده است. زیارت حضرت امیرالمومنین علیه السلام در شهادت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله از سنت‌های قدیمی مردمان عراق است و امام حسین تیوی مشغول پوشش رسانه‌ای زنده این زیارت میلیونی است. رسانه‌های افغانستان از برخی منابع طالبان نقل کردند که این گروه هیچ تصمیمی برای بازگشایی مکاتب دخترانه برای همه دختران را ندارند. این منبع می‌افزاید بزرگان طالبان در حال کار بر روی طرحی هستند که طی آن فقط تعداد مشخصی از دختران بالای صنف ششم بتوانند در برخی رشته‌های خاص و تحصیل نمایند و نه عموم دختران. او مشخصاً گفته که طالبان به دکتر و پلیس زن نیاز داشته و در این بخش یک تعداد معدود دختران باید تعلیم و تحصیل کنند. زمین لرزه‌ای به بزرگی 4.3 در مقیاس ریشتر و در عمق 9 کیلومتری زمین صبح امروز یک شنبه 3 مهر ماه 1401 بخش‌هایی از استان‌های کرمان و خراسان جنوبی را در کشور ایران لرزاند.